خلاصی بالا موشه مراشای لدی عقب در ادامه بحث توعین و یه براخ آدم خوشنظر و براخان میشه به یه روخان زیر بخواه توضیح داده در ده تخمه و موسا الق بیت گفتار چهارم موضوع توعین رو با مثال زدن و شبیه کردن اون به یه لوله‌ای. لوله کارکردش این است که انتقال بده آب رو از یه محل به محل دیگه و فقط موقعی که هیچ مانعی نباشه، لوله گرفته نباشه فلان، اون کار میکنه کار خودش رو و امکان پذیر میذاره جریان آب رو. هر گونه گرفتگی در فضای لوله مانع این میشه که لوله بتونه کار خودش رو درست انجام بده. همینطور حقیقتا هر آدمی شبیه به لوله رفتار میکنه، قطعه اون چیزی که اگر اون مانع ایجاد میکنه برای خودش به این وسیله، در واقع این لوله رو خرابش کرده. افراد صدیق مانع ایجاد نمیکنن برای خودشون در خیر رسوندن به دیگران ایچی، بنابراین انتقال پیدا میکنه از طریق اونها فیض بسیاری، فیض برخای زیادی به دنیا. و همینه که توعین او یه ورا خوش نظره اون برخایی پیدا میکنه که تو خودش توعین بوده، دیده مثبت و خیلی نسبت به دیگران داشته، میتونه فیض زیادی رو انتقال بده و خود به خود خودش هم مورد برخا باقی میشه. شبیه به همین رو فرموده اگامون رو 20 ساله از ولاژی خداقا در مقدمه کتاب نفش خاییم که این گونه بودن گفتار اگان رو بخواییم به ولاژی خداقا به من هم میشه شزه کل آدم، که این تمام وظیفه انسانه که آدم برای خودش آفریده نشده مگر برای اینکه مفید باشه و فایده برسونه به دیگران در حدی که توانش هست و امکان انجامش رو داره. و همچه به بعدای آسق و با وجود که مسلما مشغول بود اگران رو بخواییم به اولاجین زقصد راخا تقریبا کل روز رو در آموزش تورا اول داوارزی هایا لنگید، ولی مطلب بود مقابل چشم شمشمشه به این موضوع توجه داشت کیزه کل آدم، که تمام بودن انسان به خاطر اینه که بتونه خوبی برسونه به دیگری و بخواد علومه. و حتی کسی که مشهور آموزش توراز کل روز اگر آموزشش انجام بشه فقط به خاطر خودشه، فقط مطالعه میکنه که خودش بلد باشه، خودش بدونه تورهشم رو، این میسا اصول انجام نداده و امکانی که نیتش نیست که به دیگران خیر برسونه، حداقل از همین طوره به دیگران آموزش بده. این هم مثل لوله ایست که گرفته، مانعی درش ایجاد شده که آب نمیتونه جریان پیدا بکنه از طریق اون. و بعض وقتا ممکنه که لوله کاملا 100% دیگه دچار گرفتگی بشه و حتی یه قطره آب هم عبور نکنه. اگر نیتش اینه که فقط و فقط برای خودش باشه، چیزی که این شکلی نیست، کسی که می آموزه با نیتی که خوبی بکنه با دیگران به وسیله آموزشش و مزکی بکنه کل خلقت رو همش با درجات بزرگ آموزش توراش، این حکم مثل لوله خیلی عالی و خوبی هست، لوله نوعی هست که انتقال میده براخا رو از شامعیم به این دنیا و به این وسیله او خوبی میکنه همیشه در هر هنگام و در هر لحظه. ایش رقا توعین، آیا توعینی خوشنظری بهتر از این داری؟ بنابراین او مورد براخا واقع میشه که وسیله او میاد براخا به تمام دنیا. ربی یروخان زغزر راخا هیسبیرز رو توضیح داده این رو مفصلتر، وسیله مثال با آدمی که لخته هیچ لباسی نداره و توی خونه پر از طلا، خود به خود تون لخته اوریانه، نمیتونه از خونه بیرون بیاد، از این طلا هم نمیتونه استفاده کنه. امروز حالا میشه اینترنتی خرید کرد، حتی اونم انتقالش شنو دار سخت میشه شنو یا خود. به هر حال
نمیتونه که برداره برای خودش هیچی از این گنجینه نفیسی که وجود داره، اما یه کار میتونه بکنه، میتونه از این طلایه بیرون بندازه به خاطر که افراد دیگه بتونن از این گنجینه نفیسی که داره بهره مند بشن. که ممکن همینطور آدمی که پرستش میکنه پروردگارش حقیقتا شایسته نیست که شیعه لو وجود داشته باشه، برای او هیچ جیب اختصاصی که این تیکه براخه رو فقط برای خودم الاساری، بلکه لازمه که باشه فقط شبیه به همون لوله، که یه لوله خوب هیچ چی رو تو خودش نگه نمیداره، انتقال میده، ولی خب خود به خود تو مسیر انتقاله کل سطح خودش هم مرتوب شده، خیس شده، از این براخهایی که عبور میکنه خودش هم بیش از همه بهره‌مند شده. و کسی که سعی میکنه لحتوف لعصمو به قاپه برای خودش، در واقع در مسیری خلاف هدف آفرینش قدم برداشته، که آدم برای خودش آفریده نشده بلکه به خاطر اینکه به دیگران سود و فایده برسونه، در هر حالا هر فردی متناسب با استعدادها توانایی که خدا بهش داده در اون حدی که میتونه انجام بده. و خدا شکر ما که موزکی شدیم که ببینیم آدمی رو در این جنبه، منظور به همین عرب شخه که فوت کردن، که فوت شده و بلو ایشیر داوال اصلا و هیچ چیز رو برای خودش باقی نگذاشته، شناتن لحرینه که هر چیز رو که داشته به دیگران اعطا کرده و بخشیده، سعی کرده، انجام داده، فعالیت کرده، همیشه فقط برای دیگری و اختصاص داده تمام روزش و عمرش رو برای خیر رسوندن به دیگران، به عهده ما قرار گرفته که این رو، این تصویر و این سمبول بزرگ رو تو ذهنمون حکاکی بکنیم که دور نشه از مقابل چشمان ما این لوله با قطر چند اینچی، قطر خیلی بزرگ شلوهایا بو، که در اون هیچ مانعی وجود نداشت که مانع بشه حتی یه درصدی، 5% از جریان آب رو، جریان براخه رو که پای میاد به این دنیا به زخوتو میاد خوره شهر. چه کسی میتونه تخمین بزنه و عد بزنه که چقدر افراد موزکی شدن به براخه و فیض به خاطر در چه اداره جنبه روحانی چه جسمانی، فقط و فقط به خاطر خوشنظری هارا. و حقیقتا وجود داره یه نقطه عجیب اضافه ای، اگه آنو بخواییم مولاجی در کتاب خودش روح خاییم که پیروش پیرکابوت پر غالف میشنا گیمل که تیتر که مطلب که شروع میشه به ایتاخین اول اومد، دقت کرده بر گفتار حضار در ابتدای پارشای بیوغوتای، که وقتی که تراتن از اوچان میگه این بیوغوتای تلخو و ادامه اش منتت گیش میخیم به ایتام، اگر در قوان من سلوک کنید فرمان من رو نگه داره میدم بارون شما رو به هنگامشون، در بایقرا کافاف گیمل توضیح دارم خامیم این به اوقتای تلخو شتیهیو عملیم به تورا، که اگر زحمت بکشی در راه تورا، یعنی که شکل از شفا که تمام اون فیض براخای که خودشوار خوب فیض میرسونه به این دنیا، میاد به وسیله آموزش، آموزشی که با سعی و تلاش در راه تورا که انسان به درجات تورا برسه، فقط علمش نداشته باشه، عالمی باشه که این تورا جز وجودش شده باشه، تأثیرگذار بر وجودش باشه. اگه اینطوره لازمه که درک بکنیم اتا عبودا این شیوه پرستش رو که دفعات زیادی ما میبینیم افرادی که زحمت میکشن در راه تورا، خودشون در حالی که اونها افراد مسکین بیچاره و گرسنه هستن و خون میهیاتان و تمام خورد و خوراکشون میاد برای اونا به وسیله کسانی که کمک میکنن در راه تورا، که مبلغ کمی آره به اونا میرسه، شروع تامود رگلام که لغزش پیدا نکنن در اون زمان. شعشیرین در اون موقعی که افراد ثروتمند و سخاوتمند موفق نمیشن در کار و کسبشون مگر به زخوت همین افراد مسکینی که زحمت میدن خودشونو در راه تورا، و اینا
در واقع مجرای براخا میشن و وسیله انتقال براخا. وگرنه که جای توجه هست چجوری کسی که خودش زمینه ساز انتقال براخا هست از نظر مالی در مضیقه است، ولی براخا رو رسونده به کسی که حالا اون ثروتمنده. و نوشه اگانی بخواییم اولاجی زده براخا که عملوت اتورا، زحمت کشیدن در اتورا، این همون تبدیل شدن به سینور براخاست، لوله براخاست. و موقعی که وجود داره این لوله های انتقال زیادی تمام دنیا بهره‌مند میشه از این فیضه، ولی که در زمانی که این لوله ها لوله کشی محدوده میشه جنبه گمیلودستادی، که با وجود که تمام موفقیت در براخایی که میاد به دنیا چه از نظر ثروت چه از نظر سلامتی جسمانی همه به زخوت اونایی که دارن در حال توران زمان میکشن و حقشه که براخای تأثیر بذاره بر خود اونا قبل از سایرین، مرزاله چنین افرادی میتحسدیم، حال حسیدوت هستن، احسانکاری هستن، زمان میکشن خودشون. این کل اولام با همه دنیا و محلقیم لاه ملغان و حتی از سهم خودشونم کپن خودشونم به دیگران میبخشن، اون چیزی که حقیقتا به خودشون میرسیده. و ادامه میده اگر روی خیمه بولاجی نیز خطر راخا هم اونجا به فرماد که اشید بارخ با رحمتهای خودش او فیض میرسه رو خوبی به دنیا از طریق همین مجاری لوله های آموزندگان تورا. حافظ سید شیوشوه حییم به شفر خور به نادان از طریق همون افرادی که تمایل به احسان دارن که فیض میرسونن زندگی و خیر و خوبی رو به همه انسان ها، حتی به اونایی که شایسته هم نیستن. و به همین خاطر نوتل اشفه مین امعتیم از سریدیم یره اشه تو اونا خودشون میبخشن، اولا تکیز خودشون چی میمونه؟ خیلی مختصر میره اون فیض رو از میزان کمی که باقی مونده برای افراد خدا هست. و بعض وقت هاست نمیش اشفه با بیشویرو برای کسی که کل فیضه به خاطر اومده برای خودش چیزی در کیسه باقی نمونده. البته که فرمودن در مورد ریبی هنینا بن دو سادم مثلا برای خود کافه هم داره که همه دنیا روزی میخور به خاطر هنینا فرزند من. توضیح اینه که توضیح در شلا عقادوش بیشویل شویل یعنی خودش جاده مسیر، در شویل به خاطر معنی نکن، از مسیر سینور این مجرا و راه در واقع ریبی هنینا بن دوسا مثل وقتی که شاهراه وجود داره، بزرگراه وجود داره، شاهراهی که حالا با اعمالش رفتارش رو بن دوسا ایجاد کرده، مسیری است که کل دنیا از این مسیر روزی میخورن. و خنینا بنی دلو به قو خروبین و خنینا فرزندم کافی برای او به یک پیمونه قو پیمونه حجمه بوده 1300 سیسی کمتر از یه لیتونی خنوم از عرب شباب به عرب شباب، یعنی یه هفته خوراکش روزی کمتر از 200 گرم خنوم. حالا جایی که خنوم نیست شاید وقت که یه دونه میبینن شیانوش میکنم کیف میکنم، اما اگه قرار باشه آدم هر روز خنوم بخوره چیز خوشایندی مزجر کننده است. ریبی هنینا اون خودش لوله ایست که جاده ایست که به خاطر او کل فیض به دنیا میاد، ولی که اون خودش رفتار میکنه با خوشنظری، با گمیرو اسادین، با حسد کردن با تمام مخلوقات که هیچی رو برای خودش بر نمیداره، زیرا که خودش به یه حد اقل که به سختی میشه با زنده مون قناعت میکنه. در واقع تو این لوله انتقال و فیض و براخای ریبی هنینا بن دوسا هیچ مانعی وجود نداره، این لولهش هیچ خدشه‌ای نداره که چیزی اونجا برای خودش خواسته باشه نگه بداره، بیش از اون که دیگه ضروریت زندگیشه. بنابراین همینطور که در مسئله تعنید کافه هم داره فرماد که شناعت ریبی هنینا بن دوسا موقعی که ریبی هنینا بن دوسا تفیلا خوند و فردا صبح یه پایه میز طلایی جوانشان حالا خونش پیدا کرد، موقعی که ناراحت شد
ناراحت شده بود که چرا که خوراکی برای شباتش نداشت و به طریق معجزه مهیا شد برای او از شامعیم یه پایه میزی که از طلا درست شده بود. با این حال خانومش همسرش امتناع کرد که حنا ببره از اون، گفت که لاتیلابو فردا روز تو اولام حبا میز ما دو تا پایه داشته باشه، میز سایر صدریم سه تا پایه داشته باشه، اولام حبا همش شادی و خوشی فلانه، تنها ناراحتی که برای صدریم وجود داره از اینکه قبطه‌ای که میخونن که ما میتونستیم بهتر باشیم و اون امتیاز و خوبی رو به دست نیاوردیم. رخن تیر اولو و همین گونه هم نشون دادن به او در خواب که در اولام آبا میزه او یه پایه کم داره به خاطر که تو این دنیا گرفته و بر طبقی توضیح داده اگه آنو بخواییم اولاجین این میشتای پیرکا آبوت رو پرقار میشتابت رو شعر شلوشا دواری مولام امت بر سه پایه سه موضوع این دنیا استواره، تورا که آموزش توراست، عبودا مراسم عبادی به درگاه هشم هست و گیمیلو درستادی تورا و عبودا رو بی انینا دیگه انده اندش بود دیگه، در حد توانش بالاترین درجهش بود بدون هیچ گونه کم بودی. اما حالا که میخواد یه چیز رو برای خودش برداره که بیش از حد نیاز حد اقل ضروری هست، اون از پایه سوم یه مقدار کم شده که اون سمبل گیمیلو درستادیمه، به این مسئله که او یه پایه طلایی رو در واقع پیش خودش نگه داشته، مثل که توی این مسئله لوله یه مانع یه گرفتگی ایجاد شده از اینکه فیض به دیگران برسه. در این میخواد باز تفیلا خون که آقا نمیخوام و برگردون. تا اینجا خلاصه اون گفتار میخواییم به اولاجی نحسیم بس ادامه دار که ازشم باز تو فرصت بعدی خدمتون میگیم.